اگر میشه لطف کنید اسمتون رو به من بگید. مصطفی گوگلانی. جلال الدین گوگلانی. امروز اومدید با یک گروهی از اکتیویست‌های ایرانی به ساختمان کنگره آمریکا. دلیلی که اومدید اینجا چی بود و راجع به اهدافتون صحبت کنید؟ بله بله، ما اینجا اومدیم برای مردم ایران، میخواستیم صداشون باشیم و مردم ترکمنها، به نمایندگی از مردم مظلوم ترکمن صحرا. از طرف خانه آزادی ترکمن ما اومدیم تا صدای اعتراض های به خون خفته مردم ترکمن باشیم، مردمی که در طی این 43 سال هیچ وقت صداشون شنیده نشد، همیشه سانسور شدن و هیچ گونه آینده و هیچ گونه برابری و برادری برای اونها وجود نداشت از طرف این رژیم خونخوار. و برای همین ما اومدیم تا بتونیم صدای مردم مظلوم ترکمن باشیم، صدای مردم محروم ایران باشیم، تا تمام مقامات سیاسی آمریکا بدونند که این رژیم خودکام نماینده مردم ایران نیست. راجع به اهدافتون، چه اهدافی داشتید از این ملاقاتایی که با قانونگذاران آمریکایی داشتید و الان ارزیابیتون بعد از این ملاقات‌های اولیه که داشتید چی بوده از واکنش اونها؟ متاسفانه به دلیل لابی‌هایی که این رژیم خودکامه داره انجام میده، ذهنیت‌های بسیار بدی در ذهن مقامات سیاسی آمریکا بود که خوشبختانه با انجام این میتینگ‌ها، با انجام تظاهراتی که هر شنبه در دی سی هست، ما تونستیم صدای اعتراض رو به گوش مقامات برسونیم و ازشون بخوایم که هیچ گونه معامله با رژیم خودکامه ایران انجام ندند و بدونند که لابی هایی که انجام میشه به نفع مردم ایران نیست. پدر شما مال نسل دیگری است، شما نسل جوانتر هستی. در این گروه هم جوان ها بودند هم کسایی که از نسل گذشته بودند. ارتباط این دو رو چطور دیدی در این میتینگ ها؟ بله، ارتباطمون خیلی خوب بود. جوان ها همیشه میان کمک میکنن و پدرمون یکم بزرگ سالان هم دارن، به ما کمک میکنن بیاین پروتست ها بکنیم، حرف بزنیم، دلمون رو بگیم چی داره میشه تو ایران. خیلی خوب میشه برای ما. و بعد فکر میکنید آیا این ادامه دار بشه؟ فکر میکنید این برنامه بشه که ما داشته باشیم اکتیویست ها رو هر چند وقت بار بیان با نمایندگان کنگره صحبت بکنن؟ امیدوارم که هرچه زودتر این رژیم خودکامه سرنگون بشه. امیدوارم که نیازی نباشه که ما هر هفته بیایم در دی سی و در بقیه شهرهای آمریکا اعتراض خودمون نشون بدیم. این آرزوی قلبی تمام ایرانیان هست که میخوان این رژیم خودکامه سرنگون بشه و این هفته در دی سی هم تظاهرات ایرانیان خواهد بود از طرف منطقه شرق آمریکا و امیدوارم تمام ایرانیان در این تظاهرات شرکت بکنند و صدای اعتراض خودشون رو به مقامات سیاسی آمریکا برسونند.